اعداد و آمار جدید نشان می‌دهد که بیش از 700 مهاجر روز یکشنبه پس از عبور از کانال انگلیس با 11 قایق وارد بریتانیا شدند که بالاترین میزان از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در بریتانیا باشد. وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد روز یکشنبه بیش از 700 پناهجوی غیرقانونی با عبور از کانال انگلیس خود را از فرانسه به سواحل بریتانیا رساندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در همین روز و در پی بروز حادثه برای یک قایق بادی حامل پناهجویان در نزدیک ساحل کاله فرانسه، دو نفر در آب غرق شدند. وزارت کشور بریتانیا میگوید تنها در یک هفته گذشته بیش از 1700 مهاجر از راه کانال انگلیس خود را به این کشور رساندند. دولت کارگری استارمر قانون اعزام پناهجویان غیرقانونی به رواندا را لغو کرده است. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه متعهد شدند که همکاری‌ها را برای مدیریت ورود مهاجران غیرقانونی تقویت کنند. بر اساس آمارهای جدید، تعداد مهاجرانی که از ابتدای سال 2024 میلادی به این کشور عبور کردند، نسبت به زمان مشابه سال گذشته 13% افزایش یافته و به 18342 نفر رسیده است. از رضا مقدم، فعال سیاسی مدنی از لندن، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای مقدم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای مقدم، با توجه به خبری که شنیدیم، آیا روی کار آمدن حزب کارگر باعث چنین رخدادهایی شده و به نظر شما آینده ی وضعیت مهاجران در بریتانیا چگونه خواهد بود؟ بفرمایید. درود و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. ممنونم. به صرف این که روی کار آمدن کیر استارمر و کارگرها باعث این وقایع شده، نه، مهاجرت همیشه وجود داشته، روز به روز داره سخت‌تر میشه. یعنی شما 10-15 سال پیش از طریق کامیون وارد میشدن یا از طریق ماشین هایی که تردد داشتن میتونستن خودشون رو برسونن، ولی با توجه به در واقع کنترل شدیدی که انجام میشه در مرزها و اسکنی که انجام میدن و دیگه اگر داخل کامیون شخصی باشه دستگیرش میکنن، خیلی راحت همون ابتدا میگیرن. برای همین شرایط انقدر سخت شده که مهاجرین حاضرن خودشون رو به خطر بندازن، جونشون رو به خطر بندازن که از طریق قایق و در دریای طوفانی خودشون رو برسونن. برای همین نمیشه گفت که در واقع حزب کارگر باعث و بانی این اتفاق. مهاجرت همیشه وجود داشته، اما قوانین لغو قانون رواندا که بعد از روی کار آمدن کیر استارمر در واقع لغو شد، این قانون یک مقدار در واقع تردید میشه گفت کرده که یک بخش بیشتری از مهاجران به انگلستان بیان. اما اینا باید در نظر بگیریم که کیر استارمر تو یکی از صحبتاش گفته بود که متعهد شده بود که 84 میلیون پوند در افریقا و خاورمیانه سرمایه گذاری بکنن برای اینکه اشتغالزایی بکنن، آموزش بدن و در واقع عواملی رو که باعث مهاجرت در این کشورها میشه رو از بین ببرن. و یک جمله طلایی هم داره که گفته که هیچ قایقی رو نمیشه، هیچ گلوله نقره‌ای وجود نداره که بشه همه قایق‌ها رو، همه مهاجرها رو بخوایم در واقع متوقف بکنیم. و اینو یک نوع کلاهبرداری، یک نوع در واقع شعار میدونه که فقط بخوایم همه قایق‌ها رو متوقف بکنیم، مهاجرت نه، به انواع اقسام مختلف ادامه خواهد داشت. اما زمانی که بخوان عواملی که باعث مهاجرت بشه رو متوقف بکنن، اینو به هر حال سیاست کلیش اینه که بر اون متمرکز باشن و همچنین همکاری با کشورهای دیگه اروپایی برای از بین بردن باندهای قاچاق. این هم یکی از سیاست‌های دیگه که رسانه هست که در واقع اون بانک های مافیایی رو از بین ببرن. بله، با تشکر از رضا مقدم، فعال سیاسی مدنی از لندن که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.